سلامت باشی. مبارک باشه. منو خیلی خوشحال کردی نگیر خانم. خیلی تشکر میکنم. خیلی 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 تشکر میکنم. صدف قبول کرد. واقعا مبارک باشه مامان جون. وای چه دنیای قشنگیه. قهوه درست کنم؟ نه درست نکن. نایر باید به کارش برسه. الانه که سر و کله مشتری آره. پیدا بشه. باید ببخشیم. ایشالا یه وقت دیگه. حالا چه عجله ایه. خیلی خوب دیگه عزیزم، برو برو مهمونا رو تو خونه منتظر نذار. تو هم دیر نیاد، چرا یه مهمون ازش. باشه باشه، یکم به نایر کمک کنم، 5 دقیقه دیگه میرم. آره. برای بقیه کارا کی صحبت کنیم اون وقت؟ والا نمیدونم که. توی یه فرصت مناسب صحبت میکنین. برو علی رضا. باشه. مبارک باشه. فعلا خیلی ممنون. خیلی ممنون. به سلامت. بعدن میبینم. خداحافظ. خداحافظ. وای از ترس قلبم اومد تو دهنم، باور کن 10 سال از عمرم کم شد. آره رفتن؟ بیا بیا. گفتم الانه که بفهم داشتم. آره. میموردم احمد آقا هم وقتی را برد. وای هیچی نگو. من چی کار کردم؟ بله رو گفتم. مگه آخرش نمیخواستی همینو بگی؟ خب خوب شد. تو هر شهری خیری هست. چقدر خوب شد. تو ساکت باش، یک کلمم نگو. این دفعه هم داشت منو میکشت. اگه بابات میفهمید اینجای خدایی نکرده دیگه به صورتم هم نگاه نمیکرد. بیا ما بریم اونور. ای خدا، ای خدا. الان من به لطف شما خوشبخت‌ترین آدم روز زمینم. به خدا نمیدونم چه جوری میتونم جبران کنم. من که کاری نکردم. در حق من پدری کردین، پدری. باورم نمیشه. الان ما رسما نامزد شدیم. پشیمون نمیشه که. نه بابا نمیتونه پشیمون بشه. جلو شما بله رو گفت. یعنی تموم شده رفته دیگه. بفهمه. آی به خدا که خیلی قشنگ شده. تازه خونه شکلی یه خونه شده. تازه اگه میتونستم اینجا رو بکوبم و بسازم میدیدین چی کار میکردم. ولی حیف اجازه ندادم. وگرنه اینجا رو این قصر درست میکردم. این قصر. بهتر که اجازه ندادن. این خونه حیف بود. البته اینجوری شکل تاریخیش رو حفظ کرده. ببین چه زود به تفاهم رسیدن. نوری میگفت نمیام که یه وقت مزاحم نشیم. بهش گفتم میتاتم این پسرم خیلی خودمونیه، خیلی زود با آدم میجوشه. مرسی مادر. ما دیگه بریم بالا. باز پیشنهاد داد. شاید میتات خان بخون استراحت کنن، واسه همین گفتم. نه بابا نشستیم داریم حرف میزنیم، بشینیم. خوشش میاد حالا آدمو بگیره، دوست داره. چی میگفتی؟ آها اینا دوستای خیلی خوب منن، واسه همینم بهشون گفتم بیان. قدمشون روی چشم. نوری این خواهرمه، ریانم که مثل دخترم میمونه. هر جا میرم میگم این دختر تکه. نه بابا خاله جواهر. ای جونم ببین ببین چجوری لپاش گل انداخت، خجالت کشی.
ماشالله خیلی دختر با ادبیه، خیلی. چقدرم کاریه او، نگو نپرس. تمام روز تو بیمارستان کار میکنه، بعد هم میاد خونه رو از این رو به اون رو میکنه، نمیذاره ننش دست به سیاه سفید بزنه. خدا بهت ببخشه ننه جون. ممنونم بذارم، من چایی درست میکنم. منم کمکت میکنم. تو بشین بشین، داریم اینجا حرف میزنیم. پسرم تو گفته بودی چی کار میکنی، یادم رفت. فقط مامانتو کم داشتیم، یه چیزی بگو، یه کاری بکن، جلو ریحان زشته. از هر انگشتش یه هنر میریزه. خوش اومدی. ممنون پسرم. خوش اومدی بابا جان. سلامت باشی دخترم. خیریه خانومه؟ نه احتمالا رئیس اومده. مامانم خونه آبجی نگیره. میدونم. شما بیاین من کفشاتونو میارم. او رئیس، خوش اومدی. خیلی ممنون. شرمندم که نتونستم بیام. خیلی مبارک باشه. سلامت باشی. بیا بفرما بشین. بیا بفرما. خدا پسرم میتاد جان خیر بده، واسه اینکه ما از پله بالا نریم اینجا ازمون پذیرایی کرد. این حرفا چیه مادر من؟ بهتون که گفتم شما مهمون نیستی. مرسی. خیریه خانومم، سلامت باشن، خیلی احترام میذارن. ما رو اینجا ویل کردن، معلوم نیست کجا رفتن. مامان گفتم که رفتن خونه نگر خانوم. میان الان میان، منم اونجا بودم. واسه چی؟ یه کار مهم با نگر خانوم داشتیم. همین الان نگر خانوم و احمد آقا رو نامزد کردیم. بله. من چی کار کردم؟ نمیخواد کنی، خیلی هم خوب شد. عزیزم، اون مرد با اسوبانی بدبختی های ما نیست. آدم وقتی میبینتش میخواد توف کنه تو صورتش. تو وقت تو رفتی دوباره تو بغلش، پس دروغ میگفتی، ازش متنفری، هممون رو گول زدی. من به جز اونجا جای دیگه ای واسه رفتن ندارم، الان که دیگه اصلا ندارم. به لطف فرخنده فرصت زیادی واسه فکر کردن نداشتم، نتونستم واسه مطمئن شدن صبر کنم. کار خدا حساب نداره، اینجوری فرخنده رو جلات سبز میکنه. شاید اگه یکم زمان میگذشت بابام هم... اصلا اسم بابا تو به زبون نیار، بیچاره داشت به خاطر تو میمرد. دیگه هیچ وقت تو رو نمیبخشه. میدونم. پس جایی رو نداشتی بری. از کجا معلوم فردا پس فردا دوباره بهت خیانت نکنه؟ چطوری دوباره بهش اعتماد کردی یا رفتی؟ نگران نباش، دیگه هیچ ضرری از اون به من نمیرسه. چرا تن به این زندگی دادی ها؟ همونطور که زندگیمو خراب کرده خودشم درستش میکنه مامان. میبینی؟ پسرم چه خبر شید پسر؟ شیرشو گذاشتم تو کیفش، لباسم گذاشتم، اگه کثیف کرد عوض کن. عزیزم یکیه دونم. جلوی باد نباشه سرما بخوره، کلاشم بذار. باشه نگران نباش. کی برش میگردونی؟ امشب پیش من میمونه، فردا میارمش. امکان نداره، اجازه نمیدم. نمیخوام بچم با اون زن زیر یه سقف بمونه. از تو اجازه نخواستم، گفتم که بدونی. خانه امشب پیش من میمونه. بچه رو از ماشین پیادش کن. پیادش کن تا صدامو نبردم بالا. بیشتر از این خودتو خراب نکن جیدا، بیشتر از این خودتو کوچیک نکن. ول کن. از همه چی خبر دارم. میدونم که رفته بودی خونه لیلا اینا.
فرخنده بهت گفت همچین کار احمقانه ای بکنی؟ درست حد زدم نه؟ اینی که با لیلا هستم و فرخنده بهت گفت؟ پس فرخندم میدونه. خوب شد که اینو فهمیدم. هر چیزی که بخوای بهت میدم. یه کاری نکن بیشتر از این آبروریزی بشه. پس باید سهم منو از اون خونه بدی. متوجه نشدم. اون خونه رو زمانی خریدی که هنوز من زنت بودم. در واقع منم از اون خونه سهم دارم. یه بخشی از بدیایی که بهم کردی جبران میشه. حداقل جبران نامردی که در حقم کردی میشه. تا زورت میرسه با من در بیفتی. اینجوری فکر میکنی؟ پس میخواد جدا بشه بعد با تو ازدواج کنه. مدام با وکیل در ارتباطه. میخواد برای جید خونه بخره بعد جداشن. باید زودتر عقدت کنه. اینجوری نمیشه. عقد میکنه، نگران نباش. میدونه تو اومدی اینجا. میدونه. اونم دوست داره رابطمون خوب شه مامان. دیگه سر کارم نمیری، اون بهت میرسه. از نظر مادی کم بودی ندارم. خاله نایر، انگار تا امروز یه بلایی سرم نیاد نمیشه. نایر بیا 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 جواب بده. الو آبجی. نایر جون نامزد کردی، تبریک میگم. وای تو هم خبردار شدی؟ بابام بهم گفت، خیلی خوشحال شده. بهش بگو عمت خیلی ناراحت شد. تحسینم تبریک میگه. سلامت باشه. آدم بزرگتر خبر نمیده، بهش بگو. جواهر خانم ناراحته که چرا بهش خبر ندادی. علی رضا خان میدونه والا. خیلی ناگهانی شد، خودم موندم که چی شد. خوشبخت بشی. ایشالله. خیلی ممنون. منتظر مامانم هستیم. کی میاد؟ الان داره میاد. داره میاد. بگو زود بیاد. جواهر خانم غر میزنه بابام ناراحت میشه. باشه عزیزم، الان میگم. دیگه داره میاد. خیلی تشنمون شده. سب کنین الان میارم. نایر جون من قطع میکنم، بازم تبریک میگم، بعدا زنگ میزنم. باشه فکرت جون. مرسی عزیزم، سلامت باشی. میبوسمت، بعدا میبینمت. مثل این که نگران شده. آره مثل این که علیرضا خان ناراحت شده. تا به چیزی شک نکردن زودتر برو. بازم میبینمت مگه نه؟ تو رو خودتو هم رو بر نگردون لطفاً مامان. خیلی مواظب به خودت باش، فکرم پیش تو نمونه. همدیگر رو میبینی؟ بابات که نمیذاره بیای تو خونه، پنهونی هم که نمیشه. خب تو بیا خونه ای من. بابات که اجازه نمیده. خب بهش نگو میای، از کجا میخواد بفهمه؟ من پامو تو خونه اون آدم نمیذارم. اونجا خونه ای منه. تو رو خدا مامان منو تنها نذار. من نمیتونم با اون آدم رو در رو بشم، نمیشه. وقتی اون نیست بیا. برم دیگه، زشت جلی مهمونم. مامان باسه باسه دیگه ول کن، اینطوری نمیتونم برم. باش میام، قول میده. نایر ممنونم خان. بله. خبر ندادی؟ چی شد صدف؟ باید ببخشین، همه چی مرتبه. خاله خیری و لیلا هشتی کردن. خدا رو شکر. رئیس هم اونجا بوده؟ اون چیزی نفهمید، لیلا رو قایم کردیم. فهمیدم. گفتم زنگ بزنم ازت بپرسم بدونم چی باید بگم. تو این بین از طرف من به نایر خانومم تبریک بگو. خیلی ممنون. ولش کن، ولش به من، ولش کن، ولش من. ای خدا
یه چیزی شکست. فعلا قطع میکنم صدف، بعدا حرف میزنیم. بچه ها صد بار گفتم مراقب باشین. چی شده؟ باید ببخشین بچه ها. خیلی معذرت میخواییم. ای آبروریزی نکنی، یه دقیقه بشینی ببین چی شکست. نه چیزی نیست، چیزی نیست، هیچ کدومش نشکست. بشکنم فدای سرتون، از شماها که با ارزشتر نیست. ای چقدر چشم و دل سیره. تا گوشتون رو نپیچوندم درست بازی کنین. خب مامان بزرگ ناراحت میشه بچه های شیطون. آیشه برین بالا بازی کنی. برین 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 بودایین بودایین یواش. دنیس جون برو حواست بهشون باشه، بدو بدو نکنه. باشه ما هم بریم بالا، بیشتر از این مزاحم میتاد خان نشیم. خواهش میکنم، این حرفا چیه؟ ریحان جون بیا. وا چیه جون این دختر، میخوای ولش کن؟ خب داریم اینجا صحبت میکنیم. خب میتاد خان پسرم تعریف کن. چی رو تعریف کنم مادر جون؟ نمیدونم، هرچی دوست داری. مامانم که اومد ما بریم. ببینین دخترم چه عجله‌ای دارین؟ بچه‌ها شیطونی می‌کنن، بهتره بریم. مگه شب نمی‌خواستیم بریم تولد؟ با این وضع نمی‌تونیم بریم. شما به جای ما برین. هدیه ما رو ببرین. هر جور صلاحتونه. نگاش کنم. اینجوری برای منم بهتره، به موقع می‌رسیم. مامانه صبح زود پا میشه، بعضی شب هم شیف میمونه. او کارش خیلی زیاده، اما خدا شایده حتا نهیدم یه روز شکایت کنه. خیلی دختر صبوریه. کجا موندی؟ اومدم دیگه. چت شده ماما؟ بیا آشپزخونه. چی شده؟ لیلا رو دیدم، گریه زاری کرده بود. نگرم دلش طاقت نیاورده بود، گفته بود بیاد اونجا. بابام دیدش؟ نه، بابات که اومد قایمش کردی. بازم بابا رو فریب دادی؟ بازم بهش دروغ گفتی؟ چی کار کنم؟ تو هم مادرشو ببینم با بچه چجوری رفتار میکنی. میبینم که بخشیدیش. نمیتونم درک کنم، یعنی از این کارشم باید بگذریم؟ این کارشم باید فراموش کنیم؟ یکی میشنوه. تمام این اتفاقا تقصیر توه. تو بهشون رو میدی، تو جرأت بهشون میدی. میدونن بخشیده میشن، واسه همین هر کاری دوست دارن میکنن. گفتم ساکت باش. لیلا رو دیده بخشیدتش. تو هم اگه نگاشو میدیدی نمیتونستی تحمل کنی. من دیگه نمیتونم تحملتون کنم. فکرت بچه ها بیاین، میخواییم بریم. چی شد دخترم؟ باید بریم بابا جون، همین. ای خدا چه گیری داده ها. باید ببخشید که تنهاتون گذاشتی. خواهشی کنم سرکار خانم، خب تو خونه یه عروس کار داشتین دیگه. مبارک باشه. خیلی ممنون. بچه ها صبر کن من صداشون کنم. خیلی کلافه شدم بابا جون، معذرت میخوام. باشه تو اعصابتو خورد نکن. پاشو ننه، تو کفشاتو بپوش. میبینین چه دختر با نزاکتیه والا. چرا یه دفعه ای پاشدین برین؟ به سلام جواد خانم. پاشا روز بخیر. به سلامت دختر. به قول معروف کارو که شروع کنی انگار نصفش انجام شده. ما هم شروع کردیم، ایشالا تمومش میکنی. ایشالا به سلامتی. چیزی میخوری؟ البته چیزی واسه پذیرایی نداریم، ولی چایی دم میکنیم. شازده مرسی، زیاد نمیمونم.
فقط اومدم یه نگاهی بندازم. چشمم آب نمیخورد کاری از پیش ببره. خوشحال شدم. اومدم یه تبریکی بگم. سلامت باشید داداش ایوان. اگه واسه کس دیگه ای تورون وامیستادی هیچ وقت نمیبخشیدمت. ولی این آدم فرق داره. سربلندمون کرد. من حواسم به همه چی هست. میدونم با کی رفاقت کنم. با آدمای عوضی کاری ندارم. قادر. ها. آروم باش. حوصله درد سر ندارم. باشه؟ اینا همونن که میگفتی؟ آره داداش. آره داداش. خسته نباشین. ممنون. ممنون. میبینم که دارین چاله رو میکنین. آره؟ آره شروع کردیم، اما حواست باشه اگه بیافتی توش دیگه در نمیای. من آدم حواس جمعیم، میدونم کجا را میرم. پس اگه اینطوره باید بدونی نباید این برای آفتابی بشی. از که اینطور؟ آره؟ یه مثالی هم برات بزنم. از شطور بزرگترم از اونم فیله. اگه شیرفم نمیشی یه فکری به حالت بکنم. افتخار آشنایی با کیو دارم؟ بهتره ندونی کوچولو، پشیمون میشی. خب دیگه حالا وقتشه که به داشامون تبریک بگی یا بری. مبارک باشه. دیگه هم این برای آفتابی نشین. ورود به زمین یکی دیگه ممنوعه، میدونی که. خوب گفتی داداش. نه ترس، نمیخوام شریک بشم، اما اگه چای هست میخورم. باشه میه داداش. بیه سلام فرخونده، من ریدام. چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ اگه وقت داری میشه همدیگر رو ببینیم؟ برای چی؟ دوباره چی میخوای؟ ازت یه خواهشی داشتم. چه خواهشی؟ لطفاً یه قراری بذاریم، باید با هم حرف بزنیم. من واقعاً معذرت میخوام ولی وقتشو ندارم. لطفاً قرار بذاریم، خیلی مهمه. مطمئن باش جبران میکنم. الان وقت ندارم. هر وقت وقتت آزاد بود زنگ بزن. شمارم رو سیف کن. منتظرم. باش، ازت ممنونم. میتونم بیام تو؟ بیا بیا. در چه حالی؟ خوب. حدس بزن الان کی به هم زنگ زد؟ میتاد کارا؟ جیدا. اصرار داره با هم حرف بزنه. در مورد چی؟ نمیدونم، گفت خیلی مهمه. نه که عضو ولش کرده، حالا برای اینکه به شما نزدیک بشه از من کمک میخواد. وگرنه چه کاری میخواد با من داشته باشه؟ خواهشن از من دور باشه. میخوای باش قرار بذاری؟
فقط برای اینکه کنجکاوم بدونم چی میخواد بگه. خواستم در جریان باشین. جیدا یه ذره برای من مهم نیست. فهمیدم. خوش اومدی. مهمون داریم. فکر کردم قرار بیرون باشی. آوردمش که با تو آشنا بشه. ببین پسرم، به لیلا سلام کن. سلام. شبم پیشمون میمونه. از نظر تو که اشکالی نداره؟ نه عزیزم، چه اشکالی داره؟ بمونه. پسر من چطوره؟ خیلی خوشتیپه. حرفم میزنه؟ نه عزیزم، فقط مامان و بابا و بیا و اینجور چیزا. خان سلام. عزیزم چقدر شیرینه، بیا بغلم ببینم. بغلش کنم؟ گریه که نمی‌کنه. نه بگیرش. بیا بیا اخ جونم، خیلی شیرینی ها. منو ببین، ببینمت عزیزم. خان عزیزم. حالا بابای خان میخواد غذاشو بیاره. چی میخوره؟ چی آماده کنم؟ شیرش تو کیفمه، باید گرمش کنم. من گرم میکنم. تو چی کار کردی؟ مامان تو دیدی؟ آشتی کردی. گفتم که زمان همه چی رو درست میکنه. هر روزی که بگذره وضع بهترم میشه، حالا میبینی. انشالله. چرا اینقدر با اصرار ما رو آورد استانبول؟ نگو به خاطر میتاد خان بوده. به من نگفته بود همچین قصدی داره. باید ببخشی، اصلا خبر نداشتم. نه عزیزم، تو چه تقصیری داری؟ چیز مهمی نیست، ولی اینقدر ازم تعریف کرد که اونم فهمید. مگه میشه نفهمه؟ حالا فکر میکنه منم به همین نیت اومدم. تا زنگ انداخت جلوی راه دختر حالش خوب شد میخنده کر 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 کر. حسوده دیگه حسود، داشت میترکید. طرف بدم نبودا. فکرت خودشو به زمین و زمانم بزنه نمیتونه مانع بشه. من کار خودم رو میکنم، حالا بی بی. ایشالله که میشه، ایشالله. چیزی میخواستی مامان چون؟ نه نه، ما خوبیم پسرم. به نظر منم خیلی قشنگه. پوشیدی عزیزم، وایسه ببینم. خیلی خوبه. من چطور شدم؟ خوبه. شوکت نمیتونه بیاد، دیر میاد خونه. عیب نداره، نجله ازش ناراحت نمیشه. ما هم زودتر بریم دیگه، دیر نشه عزیزم. خیلی بده که دست خالی میریم، اما چاره ای نیست. فعلا یه گل میخریم، دفعه بعدی که خواستیم بریم کادو میگیریم. آره این خوبه. بریم. کادوی فکراتو بردارم، بریم عزیزم. بریم بریم.
صدف، زیر غذا رو خاموش کن دخترم. باشه. ببین کیه. صدف. باشه الان باز میکنم. سلام علیکم. احمد آقا بفرمایید. اگه اشکال نداری یه 5 دقیقه بیام تو. البته البته. یه وقت مزاحمتون نباشم نایر خانم؟ داشتم کار میکردم. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، فقط اینو بدم و برم. این چیه؟ باز کنیم ببینیم. ببین احمد آقا، امروز اینجا یه مسئله مهمی برای ما پیش اومده بود. شما هم که یهو با علیرضا خان اومدین. نکنه یعنی من تو عمل انجام شده قرار گرفتم اونجوری با عجله؟ لطفا به من نگین که پشیمون شدین. نه اینو نمیگم که. خب نمیدونم چی بگم. اوف. خب باز کنین انگشترتون رو ببینین. من اینو انتخاب کردم، اما اگه نپسندیدین عوضش میکنیم. حالا تا جشن خیلی وقت داریم. نه دیگه چی؟ این سن و سال میخواین جشنم بگیریم؟ اگه شما بخواین من 40 شبانه روز جشن عروسی میگیرم. نه بابا، این حرفا چی از ما گذشته؟ حتی نیازی به انگشترم نبود. آقا بله بفهم. خوشگله. پسندیدین؟ بله خیلی ممنونم. تا تو انگشتتون نبینم خیالم راحت نمیشه. میشه دستتون کنم؟ بله بفرمایین، مثل اینکه چاره این نیست. میخواین صدف دستتون کنین ها؟ بیا. با کمال میل. مبارک باشه مامان جونم. آمین برای هممون. ایشالله خیلی خوشبخت میشین. ایشالله. عمو احمد جون. دختره. خیلی خوب شد مگه نه؟ بالاخره نامزد شد. همینطوره نشون کردیم. واقعا نشون کردیم. خدایا شکرت ای خدا. بشینین یه قهوه براتون درست کنم. نه گفتم زیاد وقتیتون رو نمیگیرم. زیر حرفم هم نمیزنم. من دیگه برم. از روز اول اذیتتون نکنم. خیلی مواظب به خودتون باشید. بعدم میبینم اتون. به سلامت. راه نمیرم، پرواز میکنم. پرواز. خدا به زفرم. عزیزم ایشالله قسمت تو بشه. وای 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 اینجا رو نگاه کن. واقعا زیباست. اصلا تو عکس هیچی معلوم نبود. عالی شاهانه است. چه حیط بزرگی. اینجا خونه یه دختر ماست مگه نه؟ وای ماشالله ماشالله خدا رو شکر خدا رو شکر. دوربینم داره. آره بایدم باشه. حتی باید نگهبانم بذارن دمه در. بریم. بفرمایین خوش اومدین. ممنون. سلام. سلام. خوش اومدین. ممنونم. سلام. 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 بفرمایین. مامان جونم. بابا جونم خوش اومدین.
متشکرم. در نیارین، در نیارین. رو فرشیامو آورده. نه نمیخواد، ما در نمیاریم. شرمنده ایم، وقت نکردیم هدیه بخریم. این حرفا چیه؟ گلای به این قشنگی خریدین؟ اینم هدیه خواهرت. لطفاً بذارین تو گلدون. چشم خانم. بفرمایین. ممنون. او سلام علیکم. خوش اومدید. سلام علیکم. خوش اومدید. خیلی ممنون. حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. بفرمایید، بشینید. بفرمایید. سلام خوشگل خانم. عایشه جان. چه قدی کشیدی؟ 1.36 شده. او خوشگل خواهرشه. برو عزیزم. یکم دیر کردیم، خیلی ترافیک بود. نه ما هم تقریبا تازه رسیدیم. خیلی وقت هم دیگر رو ندیدیم. علی رضا خان خوب هستی؟ خیلی ممنون. شما چطورین؟ همینطور که میبینی. خب مسیر راحت پیدا کردی؟ آره خیلی راحت پیدا کردیم. برادرت زنگ زد؟ آره زنگ زد، زنگ زد. واسه فکرت ناراحت شدم، میخواستم دوره هم باشی. بچه ها شیطنت میکردن، نتونست تحمل کنه، چی کار کنه؟ اتفاقا بهتر شد، بعدا خودشون میان. شوکت رفته تو کار ساخت و ساز، مبارک باشه. بله، سلامت باشین. آماده است هولیا خانم؟ بله خانم. بشینیم سر میز، نظرتون چیه؟ خودتون میدونین دخترم. میخواین قبلش خونه رو ببینید مامان جون؟ نمیدونم. خواهش میکنم بفرمین ببینید. بریم اول میریم بالا. وای ماشالله ماشالله. آی آه به سلامتی بشینین، به خوشی شالا. سب کن ببینم. چرا نمیشه؟ ای بابا نمیتونم. سب کن عزیزم، سب کن. ای بابا اوز با اینجا بودی. نمیتونم انجام بدم. نخن. به همین راحتی. چرا من نتونستم؟ یاد میگیری. بیا بغلم ببینم پسر عزیزم. استانبولم، اگه شرایطت مساعده زنگ بزنم. عزیزم ما دوباره گشتم موشو. باشه الان میام.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش باشن.